سلام و خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از تکشو با من و امیر. این هفته میخوایم ببینیم که تکنولوژی چجوری تونسته به افراد با ناتوانی‌های جسمی مختلف کمک کنه. پس همراه ما باشین بریم ببینیم چه خبره. این هفته در تک شو نگاهی خواهیم داشت به تأثیرات تکنولوژی بر روی زندگی افرادی با ناتوانی‌های مختلف جسمی. اینترنت جدید 4G کلی خبرساز شده. من از بهترین اپلیکیشنی که برای بیدار کردن از خواب کمکم میکنه صحبت میکنم و در بخش لایک ها امیر شما رو با صندلی راحتی آشنا میکنه که میتونه آیفون شما رو چارج کنه. با توجه به موفقیت‌های اخیر بازی‌های المپیک معلولین در لندن، ناتوانی‌های جسمی موضوعی بود که دوباره بر سر زبون‌ها افتاد. کشور خودمون ایران هم در این مسابقات بسیار موفق بود و ورزشکاران ما تونستن مدال‌های زیادی به دست بیارن. تکنولوژی‌های زیادی در جریان این بازی‌ها به کمک ورزشکاران اومده بود. از المپیک که بگذریم، می‌بینیم که افراد بسیاری با ناتوانی‌های مختلف جسمی و معلولیت‌های مختلف هستند که برای انجام کارهای ساده روزانه‌شون باید از تکنولوژی کمک بگیرن. ما هم در تکشو تصمیم گرفتیم تا ببینیم این افراد از چه تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنند و چطور به کمک این تکنولوژی‌ها کارهایی که روزی برای اونها غیر ممکن بود، امروز ممکن شده. من یه ملاقات کوچیک با بری داشتم. اون توی یک حادثه ناگوار تمام بدنش از گردن به پایین فلج شده بود. با این حال اون کارهای بزرگی انجام داده بود. من می‌خواستم بدونم که تکنولوژی چجوری تونسته به اون کمک کنه و کارها رو براش راحت‌تر کنه. Barry. Hiya. How are you today? Very good, thank you. You? Okay, I'm fine, thank you. Can you tell me how you actually use the computer? Sure. So I've got a mouse stick. This black mouse stick there has got this bit here, so it's all fitted to my teeth. بری می گفت که با یه سری تغییرات خیلی کوچیک تونسته از کامپیوتر به راحتی مثل من و شما استفاده کنه. اون از یک تکه چوب استفاده می کرد که یک سرش ماده خمیرمانندی بود که به راحتی بتونه اون چوب رو با دهنش نگه داره. طرف دیگه اون چوب هم چسب پارچه‌ای بود تا به راحتی به چسب دیگه‌ای که روی ماوس قرار داشت بچسبه و ماوس رو حرکت بده. Since I had my injury, it took me a few years to learn how to lift. بری می گفت که بعد از تصادفش که توی سن 19 سالگی در سال 1996 پیش اومد، بیش از 10 سال طول کشید که حالش یکم بهتر بشه و به شرایط جدید خودش عادت کنه. بری می گفت که در همون اوایل با سازمانی به اسم بکاپ آشنا شده که کار اصلیشون کمک کردن به افرادی با ناتوانی‌های جسمی مثل خودش بود تا به اونها کمک کنه تا با این مسئله کنار بیان، از پیله خودشون بیرون بیان، دنیا رو بگردن و کارهای مختلف و هیجان انگیز انجام بدن و یه جورایی تا حدی که امکان داره از زندگیشون لذت ببرن. اولین ماجراجویی بری این بود که برای مدت 2 روز با 3 نفر از اعضای سازمان بکاپ به کمپینگ برن و توی طبیعت چادر بزنن. بری می گفت که این سخت‌ترین کاری بود که تا حالا انجام داده بود، چون که قبل از اون فقط توی تخت بود یا یه نفر اون رو روی صندلی هل میداد. بری همینجور می گفت که به هیچ وجه فکر نمی‌کرد که کمپینگ که برای بسیاری از افراد یه کار ساده و پیش پا افتاده است، با اون شرایط فیزیکی برای اون امکان پذیر باشه. اما انگار که کمپینگ یه جورایی توی روحیه بری خیلی تاثیر گذار بود.
بود، چون بعد از اون تصمیم به کارهای جذاب دیگه گرفت که اونها رو هم به کمک سازمان بکاپ انجام داد. کارهایی مثل قایقرانی، غواصی، پریدن با چتر نجات و خیلی چیزهای دیگه. بعد از انجام کارهای بزرگ و جذاب، بری درست کردن وبسایت رو به خودش آموزش داد. اون وبسایتی درست کرده که داستان‌ها و عکس‌های تمام کارهایی رو که انجام داده روی اون گذاشته، تا با این کارش بتونه افرادی رو که ناراحتی‌های جسمی مشابه خودش رو دارن به انجام کارهای بزرگ دعوت کنه و به اونها بفهمونه که هنوز میتونن از زندگیشون لذت ببرن. اما اشتیاق بری همینجا به پایان نمیرسه. اون برنامه‌های بزرگتری برای آینده در سر داره. یکی از برنامه‌هاش بالا رفتن از 3 تا از بلندترین قله‌های انگلیس، ایرلند و ولز. اما اون تمام اینها رو مثل تمرین می‌بینه برای ایده اصلیش که فتح کردن قله کلیمانجارو که حدود 6000 متر ارتفاع داره. بری همچنین در حال حاضر مشغول همکاری با شرکتی به اسم ملتون راک تا با کمک هم بتونن یک صندلی چرخدار مخصوص برای استفاده خارج از شهر، کوهنوردی و کارهایی از این قبیل طراحی کنن. صندلی که بری روی اون نشسته بود، سومین صندلیش بود که میگفت نسبت به 2 صندلی قبلیش تکنولوژی خیلی پیشرفته تری داره. بری از جویستیکی که کنار صندلی بود استفاده میکرد تا صندلی رو بالا و پایین و عقب و جلو ببره. یه دکمه دیگه هم روی صندلیش وجود داشت که کنترل‌های مختلفی رو به اون میداد. مثلا میتونست دنده عوض کنه و سرعت یا مسیرش رو تغییر بده. اونجوری که بری به من نشون داد، اون صندلی تا فاصله نسبتاً زیادی بالا میرفت که خودش میگفت واقعاً در کنسرت خیلی به دردش میخوره تا از بین جمعیت بتونه خواننده رو ببینه. بری همینجور میگفت که گوشی‌های هوشمند واقعاً براش به درد بخور بودن و تونسته از اونها به راحتی برای برقرار کردن ارتباط با دوستاش استفاده کنه. اون برای استفاده از موبایلش مشابه به کامپیوتر از یه چوب استفاده میکرد که اون رو با دهنش کنترل میکرد و خیلی راحت روی فیسبوک و توییتر میرفت یا با فیس‌تایم به دوستاش زنگ میزد. بری میگفت که دوستش رایان که شرایط شبیه به خودش داره، بیشتر از سیستم تشخیص صدا برای انجام کارهای روی موبایلش استفاده میکنه و اکثرا اسمس هاش رو زودتر از بری مینویسه. بری میگفت که قصد داره بازم از سیستم تشخیص صدا استفاده کنه تا ببینه که به کار اون میاد یا نه، اما در حال حاضر اون به سیستم خودش کاملا عادت کرده و اون رو راحت ترین راه میدونه. بری یکی دیگه از هنرهاشو که فقط 16 ماه شروع به انجامش کرده بود به من نشون داد. نقاشی. اونم چه نقاشی؟ اون میگفت که رنگامیزی با استفاده از دهنش رو خیلی راحت با تماشای چند تا ویدیو از روی یوتیوب و تمرین زیاد یاد گرفته. البته اولش زیاد به کار خودش اطمینان نداشته، اما بعد از اینکه چند تا از کارهاش رو روی فیسبوک گذاشته و کامنت‌های خیلی خوبی گرفته، این کار رو ادامه داده و بهتر و بهتر شده. بری همینطور یکی از گاراژهای خونش رو به یک گالری تبدیل کرده بود و یک ایده جالب هم براش داشت. اون میخواد با استفاده از وبکم و سیستمی به اسم یو استریم گالری خودش رو به طور زنده روی وبسایتش قرار بده و به این شکل هر کس از روی وبسایت میتونه نقاشی کردن بری رو توی گالری به صورت زنده تماشا کنه. در نهایت پیغام بری برای بیننده های تکشو این بود که ما فقط یک بار زندگی میکنیم، پس بهتره که خوب زندگیش کنیم. اپلیکیشنی که این هفته میخوام بهتون معرفی بکنم به درد کسایی میخوره که مثل خود من متنفرن که صبحای زود رخت خوابشون رو ول بکنن و از خواب بیدار بشن. این اپلیکیشن اسمش اسلیپ سایکله که خیلی خیلی به درد بخوره و همونجور که از اسمش پیداست راجب مرحله های مختلف خواب آدمه. همونجور که خیلی هامون میدونیم خواب آدم ها چند تا مرحله مختلف داره توی شب، که از خواب خیلی سبک شروع میشه به خواب عمیق و عمیق‌تر میره و بعد به مرحله REM میرسه که توی اونجا آدم خواب میبینه و همینجور این مرحله ها تو طول شب تکرار میشن. اپلیکیشن اسلیپ سایکل در واقع یه آلارمه که صبح شما رو از خواب بیدار میکنه، ولی نه مثل هر آلارم دیگه.
قبل از هر چیزی اونو مثل آلارمای دیگه روی ساعتی که میخواین ست میکنین، آهنگی که دوست دارین باهاش توی صبح از خواب بیدار بشین اونم ست میکنین، بعد خیلی راحت موبایلتون رو میذارین زیر بالشتون و این اپلیکیشن با سنسورهای خیلی قوی که داره تمام حرکات شما در شب رو مانیتور میکنه و میفهمه که چه ساعتی شما توی سبکترین مرحله خوابتون هستین و به فاصله 30 دقیقه از همون ساعتی که شما روی آلارمتون ست کردین شما رو توی سبکترین خوابتون از خواب بیدار میکنه. همینجور که گفتم این اپلیکیشن میاد و تمام حرکات شما توی شب رو مانیتور میکنه و خوبیش اینه که روی گراف میاد قشنگ به شما نشون میده که شما توی شب چقدر خواب عمیق داشتین، چقدر خواب سبک داشتین و تمام کیفیت خوابتون رو میتونین خیلی راحت بسنجین و توی یک هفته ببینین که سلامت خوابتون چجوری بوده. این اپلیکیشن به من که خیلی خیلی کمک کرده، امیدوارم شما هم دانلودش بکنین و ازش استفاده بکنین. پس تا اپلیکیشن بعدی فعلا شب بخیر. اگه موافقیم بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم. هفته گذشته برنده شدن آقای اوباما در دوره دوم انتخاباتش برای اولین بار در کمتر از 140 حرف اعلام شد. این خبر اولین بار دقایقی بعد از برنده شدن اوباما توسط خودش توییت شد. متن توییت ایشون به این معنا بود که این برد به خاطر شما اتفاق افتاد. متشکرم. این روزا بحث‌های سیاسی در توییتر کلی رواج پیدا کرده و ظاهراً هم اینجور بحث‌ها موندگارن. طبق گفته وبسایت توییتر، این شبکه اجتماعی در انتخابات امسال نقش خیلی بزرگی را ایفا کرده و با 31 میلیون توییتی که درباره انتخابات امسال نوشته شده، رکورد بزرگترین شبکه تاثیرگذار در انتخابات دولت آمریکا نصیب وبسایت توییتر شده. یکی دیگه از توییت‌های اوباما که در تاریخ توییتر بیشتر از همه توییت‌ها ریتوییت شد، جمله مختصری بود که میگفت یک دوره 4 ساله دیگه، همراه با عکسی که در اون همسرش رو بغل کرده بود. بریتانیا بالاخره با راه اندازی اینترنت 4G تونست خودش رو به 40 کشور دیگه ای برسونه که این کار رو از قبل انجام داده بودند و با این کار به افراد قول اینترنتی با سرعت چندین برابر از سرعت اینترنت 3G رو داد. شرکت ای که 2 تا از بزرگترین شرکت‌های خط تلفن در انگلیس یعنی اورنج و تی موبایل رو در بر می‌گیره، اینترنت جدید 4G رو در 11 شهر بزرگ بریتانیا راه اندازی کرد. که البته این ناحیه‌های تحت پوشش قراره که ماهیانه 2000 متر مکعب افزایش پیدا کنه. وجود همچین اینترنتی با سرعت بسیار بالا برای گوشی‌های همراه می‌تونه نقش خیلی مهمی در جامعه ایفا کنه. نگفته نمونه که شرکت ای با ارائه اینترنتی با سرعت 1800 مگاهرتز مشکلاتی رو هم برای بعضی از شرکت‌ها به وجود میاره. برای مثال شبکه فری ویو که یک شبکه دیجیتالی تلویزیونی مجانیه، سیستم راه اندازی با سرعت 800 مگاهرتز داره. به همین دلیل تلویزیون بسیاری از خونه‌های بریتانیا نیاز به ریکانکت شدن داره که این کار به هزینه‌ای به اندازه 180 میلیون پوند نیاز داره. همچنین خونه هایی که در نزدیکی این استیشن جدید اینترنت قرار دارند که تعداد اونها به بیش از 2 میلیون میرسه، مشکلات زیادی برای تماشای تلویزیون دیجیتال تجربه خواهند کرد، مثل قطع شدن یا تأخیر تصویر یا خراب شدن صدا. در نهایت شرکت مایکروسافت اعلام کرد که تصمیم داره قسمت چت خودش یعنی ویندوز لایو مسنجر رو بازنشسته و اسکایپ رو جایگزین اون کنه. طبق گفته شرکت مایکروسافت، ویندوز لایو مسنجر از اسفند ماه سال آینده در همه جای دنیا غیر از چین غیر قابل استفاده میشه. ویندوز لایو مسنجر که در سال 1999 ارائه شد و از سال 2009 به بعد اکثرا اون رو به اسم MSN میشناختن، در حال حاضر 330 میلیون استفاده کننده در جهان داره که این تعداد بیش از 2 برابر کاربرهای اسکایپه و اون رو به عنوان بهترین مسنجر بعد از یاهو معرفی میکنه. اما طبق آمارگیری که شده در سال 2012 تعداد کاربرهای MSN 48% کاهش یافته که این یعنی یه چیزی در حدود 8 میلیون کاربر. در طی همون فاصله زمانی تعداد کاربران اسکایپ خیلی افزایش پیدا کرده. تاریخ عرضه نسل جدید گوشی‌های بلکبری اعلام شد و بلکبری 10 در روز 30 ژانویه 2013 وارد بازار میشه. مدل‌های جدید بلکبری
دو گوشی هستن که یکی از اونها فول تاچ اسکرینه و دیگری دیزاینی شبیه به بلکبری های قدیمی داره، ولی از نظر سیستم داخلی کاملا بروز شده. کمپانی بلکبری در ابتدا یکی از پیشتازان گوشی های هوشمند بود، اما در سالهای اخیر با عرضه گوشی هایی از اپل و اندروید فروش این کمپانی به شدت پایین اومد. به هر حال گوشی های هوشمند آرایم هنوز هم در بین کاربران شرکت ها، کمپانی ها و سازمان های دولتی خریدار دارند، چون این گوشی ها از امنیت بالایی برخوردارند. اما اکثر استفاده کننده های این گوشی ها در سالهای اخیر جای اون رو با آیفون یا اندروید عوض کردن. حالا فقط باید صبر کرد و دید که آیا مدل جدید این گوشی میتونه بار دیگه جای خودش رو در بین خریداران اسمارت فون ها باز کنه یا نه. و حالا یک مژده به طرفداران مایکروسافت. انتظارها به پایان رسید و بالاخره نسخه جدید اینترنت اکسپلورر، یعنی اینترنت اکسپلورر 10، به زودی برای ویندوز 7 عرضه میشه. سخنگوی مایکروسافت گفت که کمپانی ما به شایعات هیچ اهمیتی نمیده و نظری در مورد اونها نداره. این به روز رسانی از ماها پیش اعلام شده بود و از همون زمان هم مایکروسافت اطلاعات کمی راجع به اینترنت اکسپلورر 10 برای ویندوز 7 داده بود. مدیر برنامه اینترنت اکسپلورر گفت با اینکه این بروز رسانی برای ویندوز 7 ارائه شده، اما قابلیت نصب به روی ویندوز 8 رو هم داره. خب توی شهر آکسفورد کشور انگلیس هستیم، اومدیم سر به شرکت اسپیشال افکت بزنیم، با مدیرای اصلی این شرکت صحبت کنیم، ببینیم چه خبره. شما همراه من باشید. خب این هم یه مدلش دیگه، نمیشه، خیلی سخته. Mick, tell me a little bit about your background. How did you start? Yeah. Okay, I'm a teacher by trade. That's how I started out. A teacher. از میک خواستم که راجب خودش و شرکتشون برامون یه صحبتی بکنه، که اون در جواب به من گفت که شغل اصلیش تدریس بود، که بعد از چند مدت توی زمینه تدریس با افرادی که ناراحتی‌های جسمی دارن شروع به فعالیت کرد. اون میگفت که وقتی داشت این کار رو انجام میداد، متوجه این شد که جای زیادی برای این سری از افراد توی بازی‌های کامپیوتری وجود نداره. بنابراین اقدام به بنا کردن سازمان خیریه‌ای به اسم اسپیشال افکت کرد، که اونجا به طور مجانی برای افرادی که ناتوانایی‌های مختلف جسمی دارن، کنترل‌ها و بازی‌های کامپیوتری مختلف طراحی می‌کنن. خیلی از افراد از قبل میدونن که چه نوع دسته بازی به استفادهشون میاد و مستقیما همون دسته بازی رو از اونا میخوان و شرکت اسپیشال افکت اون دسته بازی رو براشون میفرسته که امتحانش کنن. اما یک سری ها هستن که نمیدونن از چه نوع دسته بازی میتونن استفاده کنن. توی همچین شرایطی اونا یک تیم رو به خونه فرد میفرستن که ببینن اون فرد دقیقاً چه نوع ناراحتی جسمی داره و چه نوع دسته میتونه بیشتر از همه به اون کمک کنه. متاسفانه میک میگفت که اونها تنها سازمان حرفه‌ای هستن که توی این زمینه فعالیت دارن. اون میگفت که کار اصلی که اونها میخوان انجام بدن اینه که به افرادی که ناتوانی‌های جسمی مختلف دارن این اجازه رو بدن که بتونن همون بازی‌هایی رو انجام بدن که من و شما توی خونه‌هامون انجام میدیم، و همچنین اینکه اونها بتونن از یه طریق با دوستان و فامیلاشون در ارتباط باشن و با اونها بازی کنن. میک میگفت که اونها در اصل دسته ها و کنترل های بازی رو برای این سری از افراد طراحی میکنن. تیم اونا از افراد مختلفی تشکیل شده بود که هر کدوم از اونها توی زمینه به خصوصی فعالیت میکردن، مثل دکترایی که وضعیت افراد رو بررسی میکردن و طراحایی که وسایل مورد نظر رو برای اون شخص طراحی میکردن، همچنین طراحان بازی که میتونستن تغییراتی رو توی بازی به وجود بیارن و افراد مشابه دیگه. میک میگفت که کار اصلی که توی ملاقات شخص انجام میدن این هست که قابلیت‌های فیزیکی اونها رو بررسی کنند و ببینن که از کدوم یک از اجزای بدنشون قادر هستن که استفاده کنن. بعد از اونها سعی میکنن که با مطابقت با بیماری شخص برای اون یک نوع دسته بازی به خصوص طراحی کنن. میک همینطور میگفت که بعضی از افراد بیماریشون طی زمان افزایش پیدا میکنه. اون میگفت که این سری از افراد رو اونا باید چند مدت یه بار ملاقات کنن و دستگاه های اونا رو طبق شرایط فعلیشون برای اونها تغییر بدن. میک توی ادامه صحبتاش میگفت که بعضی از بازی ها از قبل قابلیت تغییرات زیادی رو روی کنترل بازی به شما میدن که برای کار اونها خیلی مفیده، ولی خب اکثر بازی ها این قابلیت رو ندارن.
ندارن و اونها باید خودشون سیستم بازی رو یک کمی تغییر بدن. میک همینطوری اشاره به جعبه کرد که قسمت اصلی کار رو براشون انجام میداد. اون میگفت که این جعبه قابلیت این رو داره که کنترل‌های بازی رو عوض کنه. و اگر مثلا برای پاس دادن توپ از دکمه X استفاده میکنید، با استفاده از این جعبه میتونید اون دکمه رو به یه سویچ دیگه تبدیل کنید که با استفاده یک جزء دیگه از بدنتون قابل کنترل باشه. واقعاً عالیه، من هر جا رو نگاه کنم خیلی دقیق همونجا میره. خود ماشین گازش رو گرفته براتون، شما فقط این ور اونور رو نگاه میکنید، خیلی هم قشنگ کار میکنه. و پایان رند دوم، خیلی ممنون، خیلی عالیه. با چشماتون میتونید همه چیز رو کنترل کنید دیگه، اصلا هیچ احتیاجی به جای دیگه بدن نداره. برای افرادی که فقط مایچای سرشون و چشماشون رو اینا کار میکنم، واقعا دستگاه جالبی درست کردم. But one of the things that the viewers might be interested in is this here, which is a game base. And if you click there, میک وبسایتشون رو هم به ما نشون داد که توی اون قسمتی به اسم گیمز بیس وجود داشت. توی اون قسمت بازی‌های زیادی هست که برای افراد با ناتوانی‌های مختلف جسمی درست شدن و کنترل کردن اونها غیر معمولیه. مثلا با حرکات چشم یا سویچ به خصوص. میک میگفت به خاطر اینکه اونها تنها شرکتی بودن که می‌خواستن این کار رو انجام بدن، یه سری چالش‌های خیلی بزرگ توی کارشون داشتن. مثلا اینکه به افراد باید فواید همچین سیستمی رو نشون میدادن و به اونها میفهموندن که بازی‌های کامپیوتری علاوه بر سرگرم کردن این افراد میتونه به روابط اجتماعیشون هم خیلی کمک کنه. سیستم دنبال کردن نگاه هم یکی از سیستم‌های مهمی بود که توی کار شرکت اسپشال افکت خیلی تاثیرگذار بود. میک برای من داستان پدری رو تعریف کرد که هفته یک بار با پسرش به دوچرخه سواری روی کوه‌ها می‌رفتن. ولی متأسفانه یکی از این روزها از روی دوچرخه می‌افت و تمام اجزای بدنش به غیر از چشماش کلاً فلج میشه. وقتی که میک از اون می‌پرسه که دوست داشتی چه کاری رو می‌تونستی با چشمات انجام بدی، اون در جواب میگه که دوست داشتم حداقل بتونم یه بار در هفته با استفاده از چشمام با پسرم بازی کنم. از اون نظر سیستم دنبال کردن نگاه تونست واقعا به اون کمک کنه که یک بار دیگه با پسرش بتونه یه جورای رابطه برقرار کنه. یکی از جالبترین چیزهایی که میک به من گفت این بود که امروزه کار اونها بین بیشتر شرکت‌های بازیسازی شناخته شده و بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازیسازی به سمت اونا میرن و از اونها برای طراحی بازی‌هاشون نظر میخوان که چطور میتونن اون بازی‌ها رو برای افراد با ناتوانی‌های جسمی مختلف تنظیم کنن. میک همینطور میگفت که با انجام کاری که اونها دارن توی شرکتشون میکنن، زندگی خیلی متفاوتی رو برای یک جامعه بزرگ به وجود میارن. بازی باحال هیتمن ورژن ابسولوشن که قراره تا آخر همین ماه، یعنی روز 30 آبان ماه، وارد بازارا بشه. ورژن قبلیش که سال 2006 اومد توی بازارا واقعا ترکون، کلی طرفدار پیدا کرد، گرافیک واقعا فوق‌العاده‌ای داشت. حالا گفتن که گرافیک و مراحل رو خیلی بالاتر بردن و مراحل رو سخت‌ترش کردن توی این ورژن جدیدش. زیاد راجبش توضیح نداده بودن که داستان از چه قراره. فقط اونجوری که من خوندم، شخصیت بعد داستان یه فردیه به اسم بلک و کل داستان دور و بر فردیه به اسم ویکتوریا که هیتمن باید بره اون نجاتش بده. از جهت دیگه هم گفتن که روی اودیو، یعنی روی صدا و آهنگ این بازی خیلی خیلی کار شده توی این ورژن جدیدش، که فکر می‌کنم خیلی خیلی چیز مهمیه توی بازی‌های امروزه. یه گجت من چند روز پیش روی اینترنت پیدا کردم که خود این گجت زیاد اونقدر چیز قابل تعریفی نیستش، ولی ایده پشتیش واقعا فوق‌العاده است. یه دونه از همین صندلی‌ها هست که روش میشینی واسه خودت همجور عقب و جلو میشی، اسمش هست آی راک، که کاری که اومدن کردن روی این آی راک، روی یکی از دسته‌هاشو تبدیل کردن به داک برای آیپد و آیپود و آیفون. و کاری که میکنید خیلی راحت، همجوری که نشستید روی این صندلی دارید برای خودتون استراحت میکنید، میتونید آیپد خودتون رو به این وصل کنید به این صندلی و دور و بر این صندلی اسپیکرهای مختلف جای مختلفش هستش که میتونید به آهنگ گوش بدید با صدای بلند. و جالب ترین کاری که انجام دادن روی این صندلی، توی یکی از پایه‌هاش اومدن یه جنراتور درست کردن که کاری که میکنه با تکون دادن این صندلی، این جنراتور میاد برای شما
باتریتون رو شارژ میکنه، یعنی برق تولید میکنه و باتری شما شارژ میشه. من فکر میکنم اگه توی آینده بتونن مثلا این جنراتوری که توی پایه صندلی گذاشتن رو انقدر کوچیکش کنن که یه دستگاه کوچولو دستی بشه که شما با خودتون ببرینش بیرون و با تکون دادنش بتونید برق تولید کنید و موبایلتون رو هر وقت بخواید شارژ کنید، خیلی خیلی ایده جالبی بشه. یه وبسایت خیلی خیلی باحال پیدا کردم به اسم offlinemag.ir که وارد این وبسایت که میشید کلی مجله‌های مختلف، مجله‌های الکترونیکی مختلف هست که آخرین اخبار تکنولوژی اونجا بهتون میرسونه. واقعا وبسایت جالبی بودش، چون که من اونجا یکی از آخرین مجله‌هاشونه که دانلود کردم، واقعا کیفیت بالایی داشت، واقعا خبرایی که توش بود آخرین اخبار تکنولوژی بودش. و به شما پیشنهاد می‌کنم اگه واقعا می‌خواید ببینید توی دنیای تکنولوژی چه اتفاقایی داره می‌افته، اونم به زبان فارسی، حتما به این وبسایت یا سری بزنید. خب یه قسمت دیگه هم تموم شد. خیلی ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید. دقیقاً، نظرات و پیشنهاداتتون رو یادتون نره تا حالا به ما رسوندید. لطفاً این کارتون رو ادامه بدید. خیلی به ما کمک می‌کنه. آدرسامون رو دیگه هم بلدید. برای اون سری از دوستانی که هنوز راجع به خبرنامه میپرسن باید بگم که اگه متوجه شده باشید ما این سری از سکشن خبرنامه نداشتیم متاسفانه، البته داریم روش کار میکنیم که برای سری بعد حتما آمادش بکنیم، ولی همه اطلاعاتو ما روی فیسبوکمون میذاریم، میتونیم برین اونجا و چک بکنیم. دقیقاً، برنامه این هفته هم طبق معمول هفته‌های گذشته با یه ویدیو خیلی جالب تموم میکنیم. این روزا فکر میکنم دیگه فضای اتاقم میتونید خیلی راحت به یه عکس زنده تبدیل کنید. همراه هم دیگه تماشاش میکنیم. تا هفته آینده. من سارا، خدا نگهدار.